しい見晴れマン、エッサドヤソウカネマン、ホルカホルカカサルコマン、ホルコテトアカネマン、サンカロスボルシー見晴れマン、エッサドヤソウカネマン、ホルカホルカカサルコマン、ホルコテトアカネマン。بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از مخصوص بر بینندگان محترم، دوستانی که به ما انقدر لطف دارن که یک ساعت از وقت خودشون رو میگذارن و تشریف میارن در برنامه خودشون در ضیافت گفتگو شرکت میکنن و ما امیدواریم بر آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه و به زودی تابستون که شد حتما یک لیوان شربت آلبالو تشریف میارید و ما رو از حضور خودتون بهرمند میفرمایید. ما خیلی خوشحال هستیم که این موقعیت پیش اومده که زنده خدمتتون داریم پخش میشیم و شماره های تلفن ما از اون اول برنامه باز هست و شماره تلفن ما هست 202-753-9933 و هر وقت زنگ بزنید ما با دیدن شماره تلفن شما جواب میدیم. اگر ناشناس باشه و نتونیم تشخیص بدیم شماره چی هست، ما رو ببخشید و ما معذور هستیم. و این هفته هم که گذشت، البته میدونید هر هفته که میگذره این برنامه که برای صحبت بین ایران و بقیه مملکت های اروپا و امریکا و روسیه و چین هست، به اضافه آلمان یا به اضافه یه نفر دیگه اتحادیه اروپا و آلمان، فکر پنج به اضافه یک، حالا اینا رو همه میدونید یکی ها هستن، داره یواش یواش به اون منطقه نهایی میرسه و متاسفانه اطلاعاتی که داره در میاد، اون هشدارهایی که ما از اون روز اولش یک سال پیش به همه هشدار دادیم که این آقای روحانی و آقای ظریف یعنی طولایی در این صحبت ها دارن و زمان نخست وزیری یا ببخشید زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، اینها با بقیه اونهایی که مدعی ایران بودن دو سال به یه توافق رسیدن، دو سال تمام برنامه خودشون رو قطع کردن. در اون دو سال یه چیزهایی گفتن و یک توافقنامه های اون زمان 10 سال پیش 12 سال پیش این اتفاقات افتاده و حالا یواش یواش میگن که خب حالا این حرفایی که حالا میزنیم حرف جدیدی نیست، ما همون حرفایی که اون موقع زده بودیم حالا ما همونا را دارن میزنیم، یعنی چیز جدیدی ما اضافه نکردیم به این توافق با بقیه. و یک مقدار احساس نگرانی که چه عرض کنم، احساس این هستش که چطور امکان داره کسی برای خاطر یک لقمه نون بیاد مثلا بخواد یه حرفایی بزنه که حقیقت نداره و طوری حرف بزنن که واقعا اینها خارج از به اصطلاح
نرمی هستش که حالا مملکت ما توش هست و مثل این میمونه که شما در یک چادر توی یک صحرا دارید زندگی میکنید و یک مدعی شما میخواد بیاد ببینید که آیا شما توی این چادری که توش دارید زندگی میکنید مثلا آشپزخونتون چی هست، اون تهویه مطبوعتون چی هست. خب اون موقع شما نه آشپزخونه دارید توی این چادر نه تهویه مطبوع، میگید خیلی قنباری نداره، هر وقت خواستی بیاد. 10 سال بعدش رو همون جایی که این چادر بوده شما یه ساختمون خیلی قشنگی ساختی، تهویه مطبوع، که چه عرض کنم آشپزخونه در هر طبقه آشپزخونه هم دارید و در بعضی جاها هم یک سردخانه هایی دارید که مثلا میتونید بعضی چیزها رو خنک ندارید و یخ بزنه فلان. بعد وارد صحبت میشیم با همون مدعی قبلی میگم بله من باید بیام هر طبقه رو نگاه کنم، آشپزخونه رو نگاه کنم، این رو نگاه کنم، اون رو نگاه کنم. و شما هم چون میگی قبلا گفته بودی باشه، حالا دیگه نمیتونی بگی نباشه. برم ادعاتون این هستش که این الحاقیه یا این موافقت الحاقیه یا هرچی هست که میگن 127 کشور قبول کردن، اون 128 کشور همونایی که تو چادرن، نه آشپزخونه دارن نه تهویه مطبوع. اینه که گفتم مانعی در هر وقت بخواستیم بیایید بیایید ببینید. حالا اینا میگن ببینید ما تنها نیستیم، 127 کشور دیگه هم همین کار قبول کردن. و این واقعا مایه تأسف اگر حقیقت داشته باشه که این افرادی که مردم ما، ملت ما، اون ملتی که در صحنه حاضر هستن، هر روز در اون مملکت کار میکنن، چرخ این مملکت رو میچرخونن و اینها رو انتخاب کردن و فرستادن به محلی که بتونن تمامیت ارضی ایران و تمام حق و حقوق مردم ایران رو ازش دفاع بکنن، حالا بیان این حرفا رو بزنن. و از همه اینا بدتر، چند روز پیش هم آقای روحانی رئیس جمهور محترم ایران در یکی از استانهای ایران سفر کرده بودن و با چرب زبانی حرفایی میزنن که اصلا کسی اینا رو گوش بکنه واقعا گوشت تنش میریزه، که چطور امکان داره این شخصی حرفا رو بزنه؟ مگه فکر میکنن مردم نمیفهمن؟ فکر میکنن مگه مردم مال 40 سال پیش هست؟ این مردم انقلاب کردن، اینها تمام جون و مال خودشون رو فدا کردن که بتونن آقایی داشته باشن، نه که باز دوباره برن نوکری بکنن. و من واقعا متاسفم و صحبت ها زیاد هست و ما یک چیز کوچولویی که نوشتیم رو برای شما میخونیم. و البته میگم این اطلاعاتی که ما به دست میاریم، البته باز دوباره بگم ما یه نفر اینجا بیشتر نیستیم، اطلاعات هم از تمام این رسانه ها یا هر چیزی هست که به دست ما میرسه ما نگاه میکنیم و این همون نقل قولش میکنیم که بله اینطوریه. و در جزء این مفادهایی که برای این قرارداد یا موافقت نامه گذاشتن، این طور که میگن، حالا من باز دوباره نمیدونم، حرف من نیست و من خیلی متاسفم، چون معمولا میگم انسان باید حتما مطمئن باشه تا یه حرفی رو بزنه، ولی حرفی که داره زده میشه این هستش که جزء این قراردادها، جزء تمام این چیزها، سنای امریکا یک تفسیر کوچیک هم بس کرده که مردم ایران باید به هر یک از این گروگان هایی که 444 روز در ایران بودن غرامت باید بدن. من نمیدونم این حقیقت داره یا نه، ولی اگر واقعا حقیقت داره و اگر این مذاکره کنندگان ما زیرسیبیلی در کردن، آخه این معروف بودش یه زیرسیبیلی در کردن، چطور امکان داره شما از حق مردم خودتون اینطوری چیز بدید؟ مال از کیسه خلیفه میگفتن اون زمان ببخشید. آیا ملت ما، مردم ما حق ندارن؟ آیا ملت ما و مردم ما حق ندارن که خسارت بگیرن بر اون هواپیمای مسافربری که از ایران به اون ور خلیج فارس داشت میرفت، در خلیج فارس نیروی دریایی امریکا زد این هواپیما رو انداخت
و دیدن که بله این مسافربری ادعا کردن که فکر کردیم هواپیمای ارتشی هست و با کمال وقاحت به هر نفر اون زمان $5,000 پیشنهاد کرده بودن که بدن که مردم ما مثل یه قبول نکرده بودن. چرا ما نباید بگیم؟ چرا ما خجالت بکشیم به تمام این بلاهایی که سر ما آوردن وقتش که میرسه نگیم؟ یاد بگیرین از بقیه. یه خبری شده 40 سال پیش 60 سال پیش چپ میریزید دارم میگن، راست میبینید دارم میگن، این ور نگاه بکنید دارم میگن. بعدم اگر شما یه ذره اخ بکنی که این حرفا چیه، میگه آه تو میخوای بگی نبوده همچین چیزی، میبرن چیزی. من نمیدونم آیا این افراد که دارن این صحبت ها رو میکنن در این موقعیت خیلی خیلی خطرناکی که در تمام دور بر ایران شمال جنوب شرق غرب آتش به پا هست، کوچکترین غفلت تمام ما رو در بر خواهد گرفت، چشم به هم بزنید اینطوری تموم شده قضیه. حالا از اون روز اول دولت امریکا همیشه گفته که هدف ما نظام جمهوری اسلامی ایرانه. تو خود تهران هم مثل که یه دین حرفا رو زده بودن، یه ببینید به کجا رسیده که درم اونجا اجیر کردن این حرفا رو بودن. و امیدواریم دولت مردهای ما در یک حلقه خیلی 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 خوب دست همو بگیرن و به هیچ وجه از هم نپاشن و در تحت رهبری حضرت امام خامنه ای این راهبرد رو انجام بدن. همونطور که ایشون فرمودن بعضی چیزها هستش که ازش نباید عبور کرد، خط قرمز گذاشتن، خط این گذاشتن، خط اون گذاشتن، اینها باید گوش کنن. این آقای عراقچی مثل که چند روز پیش ها رفتن مجلس صحبت هایی کردن، داد و بیدادی هست همین الانه که ایشون گفته این صحبت هایی که ما یه دقیقه پیش گفتیم، گفتن بله ما اون موقعی توافق کرده بودیم، حالا چیز جدیدی نیستش که. اون موقع هم یه جایی هست به نام پرچین، اونجا هم چند بار مثل که رفتن و دیدن. باز مثال اون چادریه که یه چادر بوده، هیچ هم توش نبوده. حالا این چادر رو در این 10 سال گذشته ملت ما ساخته، ملت ما پرداخته، ملت ما کردش یه نمونه دفاع از ملت. اینا میخوام برم ببینم. به هر حال بله، بعد بله چند روز پیشم آقای اوباما رئیس جمهور امریکا در همین منطقه واشنگتن به یکی از مراکز عبادت یهودی ها رفته بودن و اونجا یک سخنرانی کردن. من امیدوارم اونهایی که صدای ما رو میشنون برن بشنون چه چیزهایی گفته داره میشه، چه حرفایی داره زده میشه و چطوری داره زده میشه، که بعد از تمام این مدت، بعد از تمام این صحبت ها، بعد از تمام این که ایرانی ها میگن ما تحت تهدید، زیر تهدید، هیچ وقت ما نمیخوایم صحبت کنیم با بقیه، ببینی آقا چی داره میگه اینجا، که هنوزم داره میگه که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد ایران صاحب بمب اتمی بشه. خب ایران گفته ما نمیخوایم بمب اتمی، ایران میگن ما میخوایم صاحبش بشه. و در ضمن هر راهی که امکان داره به یک بمب اتم منتهی بشه ما جلوشو خواهیم گرفت. خب یعنی چی؟ حتی مثلا یه اتوبوسی هم که امکان داره برای حمل دانشجوها یا دانشمندهای اتمی مصرف بشه، اون اتوبوس هم ما متوقفش میکنیم. بابا فن اتمی با فن بمب اتمی فرق داره. اینا خودشون هم خوب میدونن چه فرقی داره، ولی حاضر نیستن که اینو قبول بکنن. میگن بله این ملت ما انقدر تو سرش میزنیم تا از حال بره. و اونهایی هم که سر کار هستن مثل این که مست عکس گرفتن و رفت آمدها و لبخندها و این حرفا شدن. امریکا، دولت امریکا هیچ وقت دلش به هیچ کس نسوخته، چه برسه به شما.
چرا برش دلشون برای شما بسوزه؟ و خواهد رسید اون مرحله ای که در اون مرحله نهایت هیچ چاره ای نخواهد بود جز اینکه مقاومت کنید. و این مقاومت هم شب بخوابی صبح بلند شید که نمیشه، باید در تدارک این مقاومت باشید. و از همه خنده دارتر، روز 30 جون درست وسط ماه رمضانه، یعنی مردم ما اطاعت امر الهی دارن میکنن و روزدار هستن. و ایران بارها گفتن که ما بیشتر حملاتمون، بیشتر حرکات خیلی چیز ما در ماه مار رمضان ما انجام میدیم، برای اینکه اینا همه از حال رفتن. یعنی بارها اینا گفتن. پس چی؟ یعنی حتی از این چیز شما دارن سوء استفاده میکنن. فکر میکنی اینا دوست شما هستن، نیستن. مملکت ما وسیعه، مملکت ما پر از صنایعی هست، پر از منابعی هست، پر از ذخایر زیرزمینی هست، پر از هست، هر چی بگید از اون هست و احتیاجی نداره به خارج. و در حال حاضر مثل سالهای پیش نیستش که آدم حتما باید یه کشتی سوار بشه از این ور دنیا بره اون ور دنیا، چون تو خونت بشین با اصلا اینترنت با تمام دنیا در ارتباط هستی، چیزایی که دارم میکنم میتونی یاد بگیری. اینها نقشه هایی هستش که دولت مردهای ما باید اینو انجام بدن. بهش میگن سیاست مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، هر چیزی که در مقابل زور بتونید مقاومت بکنید به این میگن سیاست مقاومتی. چطور امکان داره؟ چطور امکان داره در یک مملکتی که به گفته بعضیا فقر هست، بیکاری هست، تعداد واردات ماشین‌های پرش در تمام دنیا یک بشه؟ چرا؟ مگه ماشین پرش ارزونه؟ مثل قوطی کبریت که نیستش، خیلی گرونه. چطور امکان داره که ملت ما اجازه بدن یک اشخاصی یه همچین اتومبیل هایی رو وارد کنن بعدم سوارش بشن؟ و این پول از کجا آوردن؟ این پول ملته، این پول مردم ایرانه. و اسم اینها رو هم گذاشتن آقازاده. کجا این آقای بچه های نونور چی میگن؟ نونور دردونه دردونه فلان این حرف ها هستن. از قیافه ها شدم همه معلومه. یک ساعت در عمرش کار زحمت نکشیدی که ببینی یک شاهی چطور زحمت داره که به دست بیاد. این آقایون هستن، برای این آقایون هستش که سیاست مقاومت، سیاست اقتصادی مقاومتی، تمام این پولایی که اینا دارن باید بیرن در داخل کشور سرمایه گذاری کنن، برای جوانهای ما کار ایجاد بکنن، کارهایی که ایجاد میکنن به مصرف داخلی خودمون برسه، مازادش بله میتونید صادر کنید، ولی فقط و فقط و فقط و فقط این هستش که مملکت از داخل انقدر قوی بشه، انقدر قوی بشه که کسی اصلا جرأت کج نگاه کردن نداره، چپ نگاه کردن نداشته باشه به ملت و مملکت ما. این آقایون که اینها آقازاده هاشون هستن، این آقایون که از زحمت مردم ما پول به دست آوردن، این آقایونی که تمام این سرمایه رو برای خاطر اینکه در ایران بودن به دست آوردن. وای به حال شما اگر این پولاتون رو جای دیگه بردید، وای به حالتون، این پول دیگه مال شما نیست، اونا صاحبش میشن، حسرتش رو شما خواهید برد. هر چه قدم زرنگ باشید، هر قدم حق بازی بکنید، آخرش برای خاطر یه دلار یا دو دلاری که بردید یه جایی گذاشتید میخواید نه تنها خودتون نوکری کنید، میخواید بقیه ملت ما هم نوکر بکنید باز دوباره. و این واقعا مایه تأسف است، واقعا مایه تأسف. و من نمیدونم چطور امکان داره شما این کارا رو میکنید. این دردونه هایی که پرش سوار شدن، من نمیدونم تعدادشون چقدر، 100 تا 200 تا 300 تا، چند نفرن اینا؟ خیلی محدود دار همین رو باید بکشی کنار. یا جون این کار صحیح نیست، پرشو خریدی تایراشو در بذار
چند تا سنگ بذار تو گاراژ بمونه، بیخود پول اجاره حرار دارید، راه بیفتید در مملکت، شروع کنید به آبادی در مملکت، شروع کنید کار ایجاد کردن. چرا باید کفش و لباس از جای دیگه بیاد؟ مگه ما کارخونه نداریم؟ چرا باید چیزایی که مثلا به دردمون نمیخوره از جای دیگه بیاد؟ صنایع الکترونیک مگه نداریم؟ ایران داره میسازه همه این چیزا رو. چرا؟ چرا باید از جای دیگه بیاریم؟ بله ممکنه یه زن گرون باشه، مانعی نداره، پولش تو جیب خود مردم ایران میره. همه این کارا رو اینطوری باید بکنین. موقعیت خیلی 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 حساسه، موقعیت خیلی حساسه که همه دارن وای میستن که به مجردی که خبری شد دیگه همه رو چیکه پاره کنن. الکی میگن که یه عده اومدن میخوان قرارداد امضا کنن، یه عده اومدن از اون برن فلان، بی خود همه این حرفا. چون مگر به امید دیگران میخواید زنده باشید؟ همون امیدی که کردید همون موقع مردید. اصلا به خودتون باید امیدوار باشید، به ملت خود باید امیدوار باشید، به مردم خود باید امیدوار باشید. اون شخصی که این پوسترها رو درست میکرد که توش نقاشی میکرد که بله ما میتوانیم، چی شد یک کوی در عرض یه سال دو سال دیگه نمیتوانیم؟ چطور امکان داره واردات ما در این دو سال گذشته چیزهایی که اصلا به دردمون نمیخوره از خارج زیاد بشه؟ مجانی که نمیدن، باید عرض بدیم دیگه. چرا عرض ذخایر ارزی رو دارید خالی میکنید؟ کیان اینایی که این چیزها رو وارد میکنن؟ بدونید که ملت دنبال شما خواهند اومد. این ملت، همون ملتی که شاه اونطوری کله پا کردن، هر دولتی هم که به این ملت خیانت بکنه، هر دولتی هم که بیاد بگه بابا تقصیر ما نیستش، ما مجبور شدیم این کارو بکنیم، چی رو مجبور شدین این کارو بکنید؟ چرا باید خودتو بندازی توی چاه که مردم بیان بخوان بکشنت بیرون، بگی من مجبور شدم برم تو چاه؟ هیچ کس هم چی حرفی نزده، بی خود رفتی، بی خود خودتو انداختی اون تو. بله آقای اوباما باز دوباره همون حرفا رو زده دیگه، اینجا تو این مرکز عبادت یهودی ها، که بله من همیشه به شما خدمت کردم، حتی در این چند سالی که آقای اوباما گفتن که من رئیس جمهور بودم، از تمام رئیس جمهورهای قبلی بیشتر به شما کمک کردم. معنیش چیه؟ چرا غلط کردی اگه بیشتر کمک کردی؟ چرا کردی این کارو؟ که چی بشه؟ خودشیرینی برای کی داری میکنی؟ برای افرادی که در هر جنگی شده بچه های کوچولو رو کشتن، 350 تاشو سال 84 قبل از اینکه شما رئیس جمهور بشی کشتن، چند صد تاش هم همین دو سال پیش کشتین باز دوباره. خودشیرینی برای کی داری میکنی؟ مگه فلسطینی ها آدم نیستن؟ 1500 نفرشون رو یه جا کشتین، 3000 نفرشون رو یه دفعه دیگه کشتین، سه هفته 1500 نفر کشتید، 30 روز 3000 نفر کشتید. چرا؟ چرا خودشیرینی داری میکنی؟ چرا میگه من پشت شما رو دارم؟ I have your back. مگه چی شده که back داری؟ پول دارن، قدرت دارن، زندگی خوب دارن، چی رو داری میگی؟ چی داری میگی اصلا آقای اوباما؟ بک کی رو داری؟ مگه نمیبینی هر روز مردم میانمار چطوری دارن قتل عام میشن؟ مگه نمیبینی مردم بنگلادش چطوری تو آبهای اقیانوس عرب، اقیانوس هند اونجا دارن تو آب خفه میشن، برای یه لقمه نون دارن میرن؟ نگاه کن لیافه‌هاشون رو ببین چطوری شدن. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا مسلمونن، اینها مسلمان هستن، شما این کارا رو دارید میکنید. من یک چیز کوچولویی بود اینجا، اینو چند روز پیش ما اینجا رو ثبت کردیم، آقایی هستن به نام نبویان، یا الله، آقای نبویان در حدود یک چند دقیقه هم هست، بیشتر نیستش، این صحبت رو کردن و
ما سعی میکنیم ببینیم میتونیم این صحبت رو بیاریم کمه با هم گوش بکنیم. و خیلی جالب گفته میشه این صحبت هایی که ایشون داره اشاره میکنه بهش. و ببینم میتونم پیداش کنم. آها اومد اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم در حدود 3 دقیقه یا 4 دقیقه بیشتر نباشه انشالله. ببینیم صداش میاد. پرتغال الهاده داده میشینی در این هردم یک گفتن دیگه نظارت ها منحصر به سایت های هسته‌ای نیست. متوجه این جمعه؟ این جمعه یعنی چی؟ صدا میاد دیگه آه. نظارت ها من منحصر به سایت های هسته‌ای نیست. 2 نظارت ها در پروتکل الحاقی anywhere و anytime هر مکان و هر زمانی تو این ایران هم نقطه ای به ایران خواستن باید در اختیار شما قرار بدن. خیلی جالب انگلیسیشون هم خوبه مثل. رفتم این رو هم تعهد دادم. بعدی باز چه تعهد دیگه من در لوزان پیش بدیم؟ The International Atomic Energy Agency آژانس بین‌المللی انرژی اتمی will be permitted مجاز خواهد بود چیکار بکنه؟ The use of modern technologies از تکنولوژی مدرن استفاده کنه. سوال این همه نظارت ها تو ژنو گفتی اینا مگه غیر مدرن دستگاهاتون؟ میدونه اینجا مدرن که میگه یعنی چی؟ یعنی قراره دوربینه ها دیگه آفلاین، دوربینه قراره آنلاین بشه. آنلاین میدونید معنیش چیه؟ طرف تو خارج نشسته، تو آمریکا نشسته، بچه های ما رو دیگه رسانه میکنه. تو رو به خدا قسم کی دیگه جرأت میکنه که رسانه پیش اصلا قدم بزنه؟ رفتن این تعهد رو هم دادن با آمریکایی ها. بالاتر رفتن اینهانسد اکسس رو تعهد دادن. تا حالا اینهانسد مانیتورینگ داشتیم، نظارت های فراتر رفتن، دسترسی بیشتر. خب دسترسی برای چی میخواید؟ حواس بنده است. من همه رو گفتم برای این تکرار بگم، بنده باشید، بنده باشید. میگه به همه اینا رو میخواین برای یه چیزی تو کلریفای، برای اینکه روشن کنیم. پس ان پرزنت ایشوز، موضوعات گذشته که باقی مانده و موضوعات جاری رو روشن بکنیم. خب سوال موضوعات گذشته چیه که باقی مونده؟ آژانس خودش اعلام کرده موضوعات باقی مانده من چیه. 1 اعلام کرده از این به بعد باید تمام دانشمندان هستیتون رو در اختیار ما قرار بدید. بابا هستیم هستیم رو نخواستیم. چرا امنیت کشور رو دارید از دست میدید؟ این خیانت به این کشور است. رفتن این تعهد رو دادن. have been agreed واقعا نوشته؟ من از رو براتون میخونم دیگه، از فکشیت آمریکایی براتون نخوندم، اینا سند اصلی است. بخونم براتون از رو. این گزارش مال 1/12/93 است. 1/12/93 مال اسفند ماه، 1/2/2 پیش. بند 7 این گزارش در مورد هسته‌ای است. گوش بدید. شورای حکام در قطعنامه مورخ 9/2011 خود تأکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل همه مسائل محتوایی باقی مانده past and present issue با عدم روشنگری در خصوص آنها. چی میخواید؟ شامل، به کلمات دقت کنید، شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها، مواد و اشخاص در ایران به گفتگوهای خود شدت بخشند. اشخاص تو بس هستهی به کی میگن؟ معلومه دیگه به کی میگن. 2 باز چه چیزی باقی مونده؟ 2 گفتن از این به بعد باید شما تمام مراکز نظامیتون، تمام موشکایی که تولید کردید، تمام تجهیزات و تمام متخصصین نظامیتون رو در اختیار قرار بدید. دیگه مقام معظم رهبری 20 فروردین فرمود مسئولین نظامی معزون نیستید به بهانه نظارت اینا رو اجازه ندارید. این جمله میدونی یعنی چی؟ در دید عوامانه من معنیش اینه من از مذاکره کنندگان کاری با اینا ندارم، به اینا امیدی نیست. من فرمانده کل قوا هستم، مسئولین نظامی شما تحت فرماندهی من هستید، حق ندارید اجازه بدید. امروز دوباره آقا فرمود
هفته قبل آراشی اومد تو کمیسیون با اجازه شد دادیم. این خیانت محض است. مراکز نظامی رو شما موشک‌ها رو متعزی نظام در اختیار اینا قرار بدیم؟ میدونی اون وقت چی میشه؟ آماده باشید آمریکا با یک موشک های ایران رو حتما بزنه. کشور وقتی که تضعیف شد آمریکا حمله خواهد کرد. دارن کشور رو به سمت جنگ میبرند. بابا هسته ای رو نخواستیم. به خدا واسه با یکی از اینا باز بزن. گفتم من دیگه دست و پات میبوسم. ما دیگه انتقاد نداریم. هرچی گفتیم که گوش ندادید. دیگه دست و پات رو میبوسیم. شما رو به خدا واسه امنیت این مردم رو از بین نبرید. تنها کشور هم تو منطقه ایرانه. برنامه ریزی شده. حواستون جمع ده. این خیانت محض است. کجا رو نوشته؟ کجا نوشته؟ براتون بخونم. بند 58 این گزارش رو هم براتون بخونم. انشالله من اینا رو نفهمیدم. دیگه فریاد نقا معظم رهبری بلند شد. هرچی میگه نقا گوش نمیدن. سریعن اومده. سریعن تو تلویزیون هم شنیدم. تو کمیسیون اومده گفته ما اجازه شد دادیم. راست میگه. تو این نوشته هفت بین عقلی. چرا رفتید اجازه دادید؟ شما برای اینا نابو جشن بگیرید؟ میخونم آنجا. گزارش های قبلی مدیر کل مسائل باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسائل انجام دهد مشخص نمودند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیت‌های آشکار نشده مرتبط با امور هسته‌ای که سازمان‌های نظامی مربوطه در آن دخیل بودند، از جمله فعالیت‌های مرتبط با توسعه کلاهک هسته‌ای برای موشک نگران بود. ایران گوش بدید عبارتشو. ایران ملزم شده است تا به طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقی مانده، به ویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را بالا می‌برد، همکاری نماید. خب چیکار باید بکنه؟ که این امر شامل کلمات دقت کنید، شامل اجازه دسترسی بدون تأخیر به همه سایت‌ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می‌باشد. حواستون جمعه؟ الان لیستش هم دادن به ایران، لیست هم دادن. فلانی رو بدید، فلانی رو بدید. یه نمونه فقط براتون بدون اسم میگم. کسی که بیشترین خدمت رو به این کشور کرده الان زنده است. سه بار رفتن ترورش کنن نتونستن. الان هم آواره است. یعنی هیچ کس نمیدونه خونش کجاست اصلا. اولین اسمش رو اسم ایشون دادن که اینو باید در اختیار ما قرار بدید. دیگه فریاد آقا معظم رهبری هم بلند شده. بیدار باشید مردم. ایشالله اینا ندانسته دارن این کار رو انجام میدن. گوش بدید آخر نرز منده سآل. حالا این همه این کارا قرار انجام بشه تحریم ها رو برمیدارید؟ آقا قرار کل تحریم ها برداشته بشه. قرار کل تحریم ها برداشته بشه؟ چقدر تو تلویزیون این دروغ رو به مردم گفتن؟ چرا دروغ میگید؟ قرار کل قبلنامه های تحریمی شهر امنیت برداشته بشه؟ کجا نوشته اینا؟ بله متاسفانه متاسفانه همینطور که این آقای نبویان مثل این که دارن اشاره میکنن اون بزک نمیر بهار میاد کمپوزه و خیار میاد و با این طرح اومدن و سعی دارن میکنن این ملت زحمتکش و نجیب ایران رو دارن اخفال میکنن و ما امیدواریم اینطوری نباشه و راهی برای کسی نمیگذارن که مقاومت بکنن. تحریم مگه 10 سال نیست تحریم شدیم؟ مگه نه 15 سال پیش نرمی نشدیم؟ مگه 30 سال نیست که تحریم شدیم؟ خب در تمام این مدت ملت ما یاد گرفتن که یه مقاومتی در مقابل این تحریم ها انجام بدن. تازه مثل این میمونه که شما یک جایی بارون نیومده 10 سال 20 سال بارون نیومده
و جای دیگه بارون اومد. این بار این پشت اون سد ذخیره شده و وقتی که میخوان این تحریم ها رو بردارن، یک و این سد رو میخوان بشکنن. خب این سد کشی که از تمام مردم ازن بی خانمان میکنه، چه برسه کمک بهشون بکنید. یک فردی که صبح بلند میشه میره سر کار، زحمت میکشه، کارشو انجام میده، خسته و کوفته میاد خونه، استراحت میکنه، شامی نهاری با خانوادش داره، وقتی که تمام اینها تحریمی که اینا دارن میگن از بین بره، اینها حتی نمیتونن یه استکان چایی برای خودشون داشته باشن، سماورشون آب میبره. تحریم یک چیزی هست، یک فشاری هست که به تدریج سر یکی میذارن. از لحاظ فیزیک اگر، البته اگر نداره، شما خوب همه میدونید که فشاری رو کسی بگذارید اینطوری یه مدتی، فشار رو بخواید وردارید، اصلا این اصلا دیگه میترکه، منفجر میشه کلا. و این آقام دارن اینو میگن که اینطوری هست و ما متاسفیم که چطور امکان داره اونهایی که در صحنه حاضرن، اونهایی که سالهای سال در انقلاب بودن، آقایون ظریف و روحانی، خب اینا افراد جدیدی که نیستن، اینا سالهای سال در کار بودن و مورد اعتماد سیستم هم بودن و در یک همچین برهه خطرناکی این عملیات رو دارن انجام میدن. و من نمیدونم واقعا آیا نظام رهبری بدلش رو داره. وقتی که اینها ما رو رسوندن به ته چاه، چطور میخواییم ما در بیاییم از ته چاه؟ چطور امکان داره که اسم دانشمندهامون رو بدیم و اینا بدونن اینا کجا هستن و برن سریع بکشن اینها رو؟ چطور وقاحت داره که امریکا بیاد بگه که ما با تروریست میخواییم بجنگیم ولی خودشون از بزرگترین تروریست ها باشن و بفرستن این ویروس استاکنت رو بفرستن که تمام صنایع چرخون پالایش هسته‌ای رو منفجر کنن، از کار بندازن و ایجاد اختلال بکنن؟ چطور امکان داره ما به زبون نیاریم؟ من شنیدم از یکی از این افرادی که خب ما بعضی وقتا میریم نزدیکمون هستن دیگه، این اتاقای فکری نزدیکه، یکیشون خیلی خوشحال بود میگفت بله این ایرانی ها با نیت خیلی خوبی اومدن برای مذاکره. ما پرسیدیم چطور؟ مگه گفت هیچی راجب مصدق نمیگن، هیچی راجب هواپیما نمیگن، هیچی راجب این نمیگن، هیچی راجب اون نمیگن، اومدن حسابی میگن هر چی میخواهید بگید ما انجام بدیم. وای داده میدن. امیدواریم نتیجه اینطوری نباشه، ولی آماده باشید ای مردم، ای ملت، که برای شما یک کلاهی رو ساختن که گلستان و ترکمنچای در مقابل این کلا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اگه کلا تا اینجا رفت اینجا تو زانوات و خواهر رفت که حتی امکان دیدن چیزی رو نخواهید داشت. بله بله یه دوستی هم برای ما یه چیزی فرستادن که از خارج از صحبت‌های اینطوری هستش. ایشون یه چیزی فرستادن برای ما که میگن بله در ماه اوت اگر نگاه بکنید به این ماه اوت و شماره های روزها و اون تاریخاش و روزهاش، اینطور به نظر میسته که ما 5 تا یک شنبه داریم، 5 تا جمعه داریم، 5 تا شنبه داریم و یک همچین اتفاقی اینطور که دارم می‌نویسن 823 سال هر دفعه 823 سال انجام میشه. خب ما الحمدلله تو این عمرمون خیلی چیزایی دیدیم که برای اولین بار بوده. ما شاهد این بودیم که یک نفر در کره ماه پیاده شد و به سلامت برگشت و شاهد بودیم که چطور انفجار اطلاعات به عنوان information technology یا IT، این چیز بزرگ انفجار
علم و دانش رو اینطوری انجام داد و خیلی چیزایی دیگه هم بوده که در زمان ما اتفاق افتاده که نبوده. بعضی از ستارگان در یک دایره های یا مدارهایی قرار می گیرن که این هر هزار سال یا ده هزار سال انجام میشه. اون رو ما دیدیم، من نمیدونم آیا این زمانی که ما توش هستیم، این قرن 21، آیا تاثیرگذار و یا تعیین آینده یا اون زمانی هستش که انشالله اتفاقاتی خواهد افتاد که بیشتر مردم دنیا که 7.5 میلیارد جمعیت هستن بتونن از این اتفاقات به طور مثبت استفاده بکنن. و این 5-5-5 هم یکی از اون هستش که روزهای جمعه 1 اوت، 8 اوت، 15 اوت، 22 اوت، 29 اوت، اینا همه در جمعه هست. بعدش هم شنبه، بعدش هم یک شنبه است که همه این روزها اونطوری اتفاق افتاده. و اینطور هم که ایشون میگه هر 823 سال یک بار این کار انجام میشه. و یک شخصی هستش که قبلا رئیس سازمان اتمی ایران بودن ایشون، مثل که و این روزها اتفاق افتاده و اینطور هم که ایشون میگه بله. بعد این شخص راجع به ریاکتور اتمی مثل که صحبت کردن، عباسی، یه آقایی هستن به نام عباسی که قبلا رئیس مؤسسه اتمی بودن. ایشون میفرمان که خیلی قبل مؤسسه نروژ در سال 2012 به ایران آمد و برای ریاکتور عراق به سفارش آمریکایی ها کلی کار کرد. یعنی چیزهایی که آمریکا در مذاکرات میگویند مربوط به قبل از سال 2012 است. در آن سال تازه گزارشش منتشر شده بود. فریدون عباسی با اشاره به مشروط شدن رفع تحریم ها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با وابستگی این نهاد به قدرت های رقیه افزود که باید ساختار سازمان انرژی را درست بشناسیم. بله، این سازمان انرژی اتمی که به نظر خودشون، به نظر این که مثلا یک افراد بی‌طرف هستند و اینطور که هر روز داره میگذره میبینیم نیستن، اینها یک آستین دستی هستش که از آستین امریکایی داره در میاد. و عین همین سازمان ملل هم که با همه این که چین و روسیه، انگلیس و فرانسه و امریکا جزش هستن، جز اون مثل تصمیم گیرنده هاش هستن، با همه این تمام اون فشار از طریق امریکا داره میشه و اون یکی هم در مقابل اون فعلا نمیتونن چیزی بگن. و البته خب روسا و چینیا یواش یواش دارن یه شاخشونه میکشن، ولی هنوز نرسیده به جایی که بتونن در مقابل این فشارها بتونن مقاومت کنن. عباسی گفت آژانس در سال 2011 پس از حدود 8 سال که پرونده ایران را روی آنتن‌های خبری قرار داده بود، بازرس می‌فرستاد و با ما بحث می‌کرد و در نهایت گزارشی به شماره 65 را به شورای احکام داد، به شورای حکام داد، که در آن کل مناقشه‌ای که با ما درباره مسئله هستی دارد مکتوب است. خب یه چیزی هست که هست، گزارش 65. یه بحثون این گزارش زمینه در حدود 64 تا 66 بند دارد که گزارش خوبی برای استناد کردن است. عباسی اضافه کرد ما از 2011 درباره این گزارش با آژانس مذاکره داشتیم و درباره بندهای آن صحبت‌های بسیار کردیم. ایران هم گزارش‌های مکتوبی در این باره ارائه کرده، اما آژانس میگوید قانع نشده. هرچون بله دیگه هرچی گفته خب به همونتون وایستاد اونجا گفت خب ما قبول ندیم. و این کارشناس مسائل هستی گفت در آن گزارش ما نه تنها متهم شدیم، بلکه در یک پاراگراف از نظر انحراف
از NPT هم مجرم شناخته شدی. بله، اینا میگن که بله شما نه تنها به حرف ما گوش نکردی، تازه رفتی یه کاری دیگه کردی که خلاف بوده، یعنی در تمام این مدت. افزود بر این اساس مسئولان آژانس در جلسات خصوصی و حضوری ادعا کردند که ما کار نظامی انجام دادیم و ما مستندات قابل اثبات خواستیم. گفتند سرد ارائه کننده ما رایانه نمی کند. من میرم نمیفهمم. گفتیم سند ارائه کننده ما آرایه نمی کند، مثلا ما رو راضی نمی کنند. میگویند اگر سند بدهند با کانال های ارتباطیشان برخورد می کند و آن را از بین میبرد. خوب گوش کنید، من میام ادعا میکنم اینجا که فلان کس اومده مثلا یه آفتابه از اینجا برداشته رفته. خب اینا میگن خب این از کجا میگی که یکی اومده رفته؟ میگم خب من نمیتونم اینو به شما بگم، چون اگه به شما بگم کی گفته، اون وقتی یه اون دیگه دفعه دیگه مثلا گزارش نمیده. حالا نه آفتابه ای برد شده نه چیزی شده، همش دروغ بوده. اینها روی این اصل دارن پیش میرن، بیار ما به ما یکی همچی حرفی زده و شما باید ثابت کنی نیست. مثلا بیان به ما گفتن که شما راجع به اتم چیز کردید، آزمایش کردید. ایران میگه بالا ما نکردیم. اینو کی به شما گفته؟ میگه نه ما نمیتونیم به شما بگیم کی گفته، ولی اون گفته که شما کردید، به ما ثابت کنی که نکردید. چطور من میتونم ثابت بکنم به شما کاری که نکردم؟ از اون روز اول ما گفتیم. تمام پای این حرف برای این هستش که چه بگی کردم، چه بگی نکردم، چه بگی اصلا نمیدونم، در تمام این حرفا متهم هستی، به هیچ وجه نمیتونی از زیرش در بری. چرا؟ سنبه پرزوری با کی داری طرفداری میشی؟ عباسی گفت مردم دقت کنند که آژانس در مکتوبی که به شورای حکام آژانس داده نه فقط ما را متهم دانسته بلکه مجرم دانسته است. رئیس سابق انرژی افزود در سال 2014 پس از توافق ژنو در گزارش شماره 10 به شورای حکام اعلام کرد این گزارش با گزارش سال 2011 سازگار است. وی اضافه کرد آژانس مدعی است که در این 3 سال اطلاعات جدیدی دریافت کرده که اطلاعات پیشین آنها را بیشتر تعیین می‌کند. یعنی آژانس پس از توافق ژنو باز تأکید کرده است که ما از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای انحراف داریم. ببخشید. این موضوعی است که اصلا در جامعه پرداخته نمی‌شود. دوستان مذاکره کننده هم آن را باز نمی کنند که با چه تشکیلاتی مواجهیم. وی با بیان اینکه آژانس قبل از محاکمه برای ما حکم صادر کرده است گفت باید توجه داشت که اگر هر یک از اعضای NPT انحراف داشته باشند تبلیغات خاص خود را دارد. تبعات خاص یعنی یک چیزای خاصی بر اون میشه. کشورهای دیگر میتوانند در عرصه های دانش صلح‌آمیز هسته‌ای با این کشورها همکاری نکنند. مثلا یکی اومد و یک کار خطا کرد، حق هست، مثل این هست که شما عضو یک گروهی هستید که این گروه ملزم هست حتما باید به بقیه افرادی که تو اون گروه هست کمک بکنه. اومد این و یکی پاشو خطا کرد، خب دیگه بقیه میگن خیلی خوب چون تو این کار کردی ما بهت کمک نمی کنیم. همین در جزء این پروتکل اینطوری گفته شده که بعد نمی کنیم. و عباسی با چنین ادعایی چون احتمال یک سلاح هسته‌ای را می شود در کلاهک موشک یا بمب هواپیما گذاشت، ما باید برنامه موشکی ما را هم به آنان اعلان کنیم. ولت این که در مذاکرات می خواهند وارد برنامه موشکی ما شوند بر اساس همین ادله است که میخواهند برنامه موشکی ما را به برنامه هسته‌ای وصل کنن. بله کسی که ما میدونیم، افرادی که ما میدونیم تمام عمرشون با بهانه و زیرکی و دب به در آوردن خودشون رو به قدرت رسوندن، ما چطور امکان داره در مقابل یک همچین
افرادی توی همچین تله خودمون رو بندازیم. خیلی حرفه ها، خیلی حرف بیان به ما بگن بله اگر صحبت نکنیم ما رژیم رو ثابت میکنیم، بله اگر صحبت نکنیم تحریم بیشتر میکنیم، تحریم شکننده میکنیم، تحریم غیر قابل فلان میکنیم، فلان میکنیم، فلان. در مقابل همینا چی هست؟ مقاومت هست، سیستم مقاومت. چطور امکان داره دولت مردای ما برن بخوابن شب و طرحی برای سیستم مقاومت اقتصادی سیاسی نداشته باشن که ملت ما در رفاه خودشون باشن؟ ما انقدر داریم در ایران که تمام مردم ایران خورد و خوراکشون مهیا بشه، همه چیز دیگه شون مهیا بشه. خب من احتیاج دارم 10 تا کت و شلوار داشته باشم؟ یک مگه ما زمان قدیم چند تا کت و شلوار داشتیم؟ اونایی که مال زمان قدیم من خوب یادشون میاد، یه ماه دو ماه قبل از عید ما رو میبردن یه پارچه فروشی، یه پارچه میخریدن و میبردیم خیاطی، میدادیم خیاطی که این لباس رو برای ما بدوزه. بعد یه پیراهن میخریدن، یه جفت کفش میخریدن، هم جوراب میخریدن، فلان. این میشد مصرف یک سال یک نفر. ما همون ملت هستیم. چطور شد یه کوی من هر روز باید یه کچلوار جدید ترم کنم و بیام بیرم؟ چرا؟ برای خوشایند کی این کار دارم میکنن؟ مقاومت به این میگن. میشورم، تمیز میکنم، ترم میکنم بزرگ. مگه نکردیم؟ مگه این مقاومت ها رو نکردیم در مقابل تمام این فشارهایی که به ما آوردن سالهای سال پیش؟ ما متاسفیم که بعضی یادشون داره میره. بله، بر اساس همین چیزا هستش که میخوام وصل کنن به اینو به اونو، بگم بله مسئله هستی تحصیل کرد که آژانس نظرش را داده است و اکنون در لوزان سوئیس برداشته شدن تحریم ها اعم از خاتمه یا تعلیق را نظر آژانس درباره مسائل کلیدی برنامه هستی موکول کرده. بله، حالا اینا میگن بله ما حرفی نداریم، ما تحریم ها رو برمیداریم. این آقا هم برمیگه بله چه داریم دوست، ما با یه نفر طرف نیستیم، با دو نفر طرف نیستیم، با دلال ها، با اون ببخشید با اون افرادی که با اینها گاوبندی کردن با تمام اونا طرف شدیم. حالا ما قبلا از اصلا به هیچ کس کاری نداشتیم، کاری بود داشتیم میکردیم، تحریم کردیم گور پدر دو، تحریم کردیم فلان 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 فلان، بدل تحریم ها رو داشتیم میزدیم. چطور شد یک کوی دستمون موچمون رو وا کردیم؟ چطور امکان داره که وقتی این دولت جدید میاد، برید این صحبتی که آقای روحانی کردن رو گوش کنید، بشنوید چی گفتن ایشون در سفر استانی خودشون. ندارم اینو، من حتما تهیه میکنم هفته دیگه بتونم بیارم که شما هم گوش کنید ببینید شما چه میگید، شما چه نظرتون هست در این باره. بله، با طرح این پرسش که مسئله کلیدی ما با آژانس در 12 سال گذشته چی است، آنها ما را به ساخت صلاحیت هستویمی متعهد کردند و نتوانستند آن را ثابت کنند، فقط میگویند قانع نشدیم. بله، حالا مثل این گربه رقصونی. بله، میگه بله ما فکر میکنیم شما میخواهید این کار رو بکنید، 14 سال هم بوده که نکردید این کار رو، ولی ما هنوز قانع نیستیم، ممکنه فردا شروع کنیم این کار رو، ممکنه پس فردا این کار رو. یعنی یک ایراد چی میگفتیم؟ استغفر الله، ایراد بنی اسرائیلی دارن میگیرن. ما بابا میدونیم همه این چیزا رو، مگه همین افرادی نبودن که کوروش از بابل آورد در ایران بهشون جا داد؟ مگه همینا نبودن که به وسیله استر و مرتخای 75,000 نفر افراد سطح بالای اداری و مملکتی ایران رو در یه روز کشتن؟ مگه همینا نیستن که هنوز نواده های استر در ایران پخشن؟ و به قول اون شخصی که ما چند هفته پیش دیدیم پرسیدیم که آقا مگه جمعیت شما چقدره؟ گفت ممکنه 6 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 200 میلیون. گفتن خب بقیه چی شدن؟ اصلا باره حضرت موسی تا حالا بقیه چی شدن؟ گفت خونه همه مثل که
برای اینکه ریزگم کنن قاطی مردم دیگه شدن، ازدواج کردن دیگه، مثلا دیگه نیستن. یعنی چی؟ تمام بدبختی که در دنیا هست همش زیر سر یه عده خیلی کمی هست و این یه عده کمی هم خودشون هم بدبخت های بیچاره تحت تأثیر هستن، تحت فشار هستن، شب تا صبح آسایش ندارن، نه اونجاها، نه در فلسطین، جاهای دیگه بدترین مرضا رو دارن، بدترین اعصاب خورد کنیا رو دارن، بدترین چیزایی دارن، از سایه خودشون واهمه دارن، ایداد پرانویا هستن. این پرانویا رو ما نفهمیدیم فارسی چی هست. پرانویا مالی خولیا، بفرمایید. مالی خولیا یعنی کسی که اصلا با حقیقت از هیچ چیزی نداره. یعنی چطور امکان داره یه ده بگن ما از شما بهتر هستیم، به شما بگن گوییم، یا به انگلیسی بگن جنتایل؟ چطور امکان داره همه این چیزا باشه؟ و همه اونا هستش که آقای اوباما میگه بهشون که ناراحت نباشید، همه چی بهتون دادم، از تمام رئیس جمهورهای قبلی من بیشتر به شما کمک کردم و پشتتون رو دارم، I have your back. و من به شما قول میدم که ایران نفس نتونه بکشه، چنان خفشون میکنیم برای سالهای سال که اصلا نفسشون در نیاد. این آقای اوباما است. از اون ور فکر میکنیم مردم ایران به این شخص اعتماد دارن؟ من فکر نمیکنم. مردم ما انقدر بیهوش نیستن. عباسی افزود اگر اراده سیاسی غربی ها بر این نباشد که آژانس را هدایت کنند تا شفافیت را در مدت کوتاهی به ما بدهد و با دریافت پاسخ هر سوال آن را تمام شده بداند، محال است که آژانس به ما شفافیت و فعالیت های هسته‌ای بدهد و اصلا تحریمی را برداشته نمی شود و تا ابد ما باید این برنامه را با غربی ها دنبال کنیم. گفتم دیگه، انداختن بود تو هچل، تا ابد باید تو هچل باشیم. ولی مردم ایران باهوشن، در صحنه حاضرن، زحمت کش هستن، در تمام شرایط بد بهترین پیشرفتها رو میکنن. 70% نفت دنیا در اون منطقه هست. روسیه میدونه، چین میدونه، ژاپن میدونه، اتحادیه اروپا میدونه. اینو بیش از حد ما رو فشار بدید، امکان داره یه انفجار ایجاد بشه که تمام همه شما رو بسونه، هیزوم تر و خشک با هم بسوزن. و اگر به اونجا برسه، ما امیدواریم که نرسه، ضررش رو کی میبره؟ ضررش رو اقتصادهای پیشرفته میبرن. ما که با یه زغال میتونیم سماورمون رو آتیش بندازیم و چایمون رو بخوریم، اونی که باید این انرژی رو مصرف کنه و کارخونه های فلانشون رو بندازه، اینو نخواهد داشت. و سوال به اینجا میاد که این نقش انهدام امریکا رو کی داره میکشه؟ اون غاصبین سرزمین های فلسطین هن که این نقش رو دارن میکشن. و ما امیدواریم که ما رو ببخشید، صحبت زیاد کردیم، تا هفته آینده انشاءالله خدمتتون میرسیم. تشکر از تلفن و ایمیل های شما. تا هفته آینده، مرحمت عالی زیاد. We'll be right back.
باشید.